در حالی که نبردهای خیابانی در شهر سیورودونسک در شرق اوکراین ادامه دارد، نیروهای روسیه با شلیک موشک‌های کروز یک انبار بزرگ حاوی تسلیحات آمریکایی و اروپایی را در منطقه ترونوپیل در غرب اوکراین منهدم کردند. گزارش دهیم برای فرماندار منطقه ترنوپیل میگوید انبار کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین در این ناحیه وجود ندارد، اما حمله موشکی روسیه از دریای سیاه به شهر چورتیکوف خساراتی به بار آورد و به مجروح شدن 22 نفر منجر شد. مسکو چندین بار آمریکا و کشورهای غربی را به خاطر کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین سرزنش کرده است. چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت اگر کشورهای غربی اوکراین را به موشک‌های دوربرد و سامانه‌های راکت نقطه زن مجهز کنند، ارتش روسیه به این اهداف حمله خواهد کرد. سیویرودونسک شرقی ترین شهر اوکراین است و به کانون نبرد برای کنترل بر منطقه صنعتی دونباس شامل استانهای لوهانسک و دونیتسک تبدیل شده است. سرهی هایدای فرماندار منطقه لوهانسک در شرق اوکراین میگوید حملات موشکی روسیه و گلوله باران کارخانه ازوت در شهر سیویرودونسک به آتش سوزی مهیبی منجر شده است. او همچنین گفت بخش اعظم شهر به تصرف نیروهای روسیه در آمده، اما منطقه صنعتی هنوز در کنترل نیروهای اوکراین است و تخمین زده می شود که حدود 800 غیر نظامی در پناهگاه زیرزمینی کارخانه شیمیایی آزوت به سر می‌برند. تا پیش از آغاز جنگ در تقریباً 100 روز پیش و محاصره دریایی توسط روسیه، اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان غلات در جهان شمرده می‌شد. رئیس جمهوری اوکراین که روز شنبه از طریق ارتباط ویدیویی در 19مین کنفرانس امنیتی شانگری‌لا در سنگاپور سخن می‌گفت، نسبت به عملکرد روسیه و کمبود حاد مواد غذایی در جهان هشدار داد. اگر به دلیل محاصره روسیه نتوانیم مواد غذایی خود را صادر کنیم، جهان با بحران غذایی حاد و شدید و قحطی در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی روبرو خواهد شد. سرگئی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه اواخر هفته گذشته گفت ایجاد کریدور امن برای صدور این غلات منوط به مینزدایی آبهای بندر اودسا و سایر بنادر اوکراین توسط آن کشور است. یگانه یرسپاران، صدای آمریکا، واشنگتن.